نماز عید قربان همزمان با عید قربان با حضور جمع کثیری از محبان اهل بیت و زائران حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل عباس در کربلا برگزار شد و پس از آن زائران با نوای اللهم عجل ولیک الفرج برای ظهور منجی عالم بشریت دعا کردند. در ادامه به گزارشی که همکارم از حال و هوای زائران حسینی در این روزها در کربلا و نجف تهیه نموده توجه فرمایید. نماز عید قربان در حالی که نیروهای امنیتی در اطراف حرمهای مطهر امام حسین و حضرت عباس و همچنین ورودی‌های کربلا مستقر بودند برگزار شد. موکب‌های حسینی نیز از زائران نه تنها در شب عید قربان پذیرایی می‌کردند، بلکه از سحرگاه هم بین زائران غذای گرم و نوشیدنی سرد و گرم توزیع می‌کردند. به گفته مسئول موکب‌های کربلا، صدها موکب در مسیر زائران طی این چند روز فعالیت کردند. با پایان مراسم نماز عید قربان، حرم‌های مطهر حسینی و عباسی به ویژه حرم سیدالشهدا علیه السلام مملو از جمعیت شد و زائران با نوای لبیک یا حسین و اللهم عجل ولیک الفرج به سوی ضریح سالار شهیدان حرکت کردند. زائرانی که شب را در شهر مقدس کربلا بیتوته کرده بودند، بعد از نماز عید قربان به سمت نجف اشرف حرکت کردند. زیارت حضرت مولای متقیان و امیر مؤمنان و زیارت اموات در وادی السلام از جمله اعمالی است که زائران در نجف اشرف نسبت به آن اهتمام ویژه خواهند داشت. سنت قربانی کردن هم نیز به مناسبت این ایام آغاز شده و تا عید قدیر ادامه خواهد داشت. سنت اطعام و توزیع غذا بین مردم مخصوصا فقرا از جمله سنت‌های رایج میان شیعیان عراق و همچنین زائرانی است که از دیگر کشورها به این سرزمین مقدس آمدند. اگرچه قربانی کردن در عید قربان صرفاً برای حاجیانی است که در سرزمین الهی حضور دارند و برای کسانی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند واجب نیست، اما این سنت حسنه در میان مسلمانان دنیا در این روز جایگاه ویژه‌ای دارد. قربانی کردن و بخشش آن به نیازمندان اقدامی است که صرف نظر از نگاه دینی به آن توسط بشر دوستان در سراسر دنیا انجام می شود، گامی در راستای پایان دادن به گرسنگی و فقر در سرتاسر دنیا است. چه نیکوست که این روزها که آمارهای جهانی حکایت از اسراف مواد غذایی به شکل گسترده دارد و متاسفانه کشورهای برخوردار به ویژه ممالک عربی در صدر چنین وضعیتی قرار دارند و از طرف دیگر آمارهای تکان دهنده و دلخراش از گرسنگی و مرگ و میر انسانها به ویژه کودکان در بسیاری از نقاط دنیا شنیده می شود و تلاش جهانی برای پایان دادن به آن در حال گسترش است، سنت حسنه قربانی کردن توسط مؤمنان و افراد برخوردار برای انفاق به نیازمندان صورت گیرد. این روزها افغانستان، یمن و بسیاری از کشورهای نیازمند و حتی بخش عمده ای از مردم ایران هم چشم امید به دستان یاریگر و خیر مؤمنان خداجوی دوختند که با انجام این سنت الهی گامی در جهت رفع گرسنگی و فقر برمی‌دارند.